با سلام به همگی بینندگان رادیو زمانه و شنوندگان، همونجور که شاید تا کنون خبرش رو شنیده باشین و خونده باشین، در انتخابات اخیر مجلس اروپا در فرانسه حزب راست افراطی مجمع ملی بالاترین آرا را آورد در میان رای دهندگان و به تبع بیشترین تعداد نمایندگان به پارلمان اروپا از طرف فرانسه فرستاد. بکنم حدود 30 نفر میشن الان. یک حزب دیگه راست افراطی هم هست که اونها هم چون که کمی بیش از 5% رای آوردن، اونها هم 4-5 نماینده فرستادن. یعنی جمعاً راست افراطی 35-6 تا از 81 نماینده ای که سهم فرانسه توی پارلمان اروپا بود، یعنی در واقع نیمی از نمایندگان سهم فرانسه در پارلمان اروپا الان راست افراطی و خواهد. البته این انتخابات در رابطه با مجلس پارلمان اروپا بود، ولی خب همونجور که میدونیم تحولات سیاسی هیچ موقع یک شبه اتفاق نمیافتند. فرانسه هم به عنوان پنجمین یا ششمین قدرت اقتصادی بزرگ دنیا در دنیای سرمایه‌داری دچار یه سری تحولات شده، در واقع از بیش از 40 پیش، و به اون موج نئولیبرالیسم جهانی در واقع پیوسته بود. این تغییر و تحولات اقتصادی رو میشه در واقع تاریخ شروعش رو به صورت جدی از سال 1983 اعلام کرد. 1981 فرانسوا میتران از حزب سوسیالیست به اصطلاح انتخاب میشه و از سال 1983 رسما اعلام میکنه که یه سری به اصطلاح سیاست‌های ریاضتی لازم هست تا بتونیم ما ادامه بدیم. پس از اون به طور متناوب در واقع جناح چپ سرمایه‌داری که حزب سوسیالیست فرانسه نمایندشون بوده هست و جناح راست سرمایه‌داری که اسمش عوض شد و امروز به اسم جمهوری خواهان ما تو فرانسه میشناسیم ایشون، قدرت رو به دست گرفتن. میتران، ژاک شیراک، سرکوزی و اولاند در واقع نمایندگان شاخصشون بودن. میتران و اولاند از حزب سوسیالیست و شیراک و سرکوزی از جناح راست طبقه سرمایه. منتها خب یک چیزی که همیشه تداوم داشته همین اعمال سیاست‌های نئولیبرالی بوده از طرف هر دو جناح. من فقط دو تا مثال آخرش رو میزنم که یکیش مثلا قانونی بود که سال 2016 جناح چپ سرمایه‌داری یعنی آقای فرانسوا اولاند مطرح کرد که واقعا ضربات سختی به دنیای کار و طبقه کارگر زد. اسمش رو گذاشتن قانون کار که سال 2016 بود. از فوریه تا ژوئن 2016 اعتراضات بسیار گسترده‌ای به خصوص از طریق سندیکای کارگری علیه این قانون انجام شد، ولی سرانجام این قانون حتی بدون رأی مجلس، چون که الان بحران سیاسی تو سالهای اخیر به حدی هستش که علی‌رغم تمام تمهیداتی که اندیشه شده که به اصطلاح هر حزب سیاسی که قدرت رو به دست میگیره در این حال اکثریت مطلق مجلس هم داشته باشه که بتونه قوانینش رو رد کنه، این اتفاق نیفتاد. یعنی در دوران هولند، در دوران فرانسه هولند هم چون اینا اکثریت نداشتن، با استفاده از اون قانون معروف که توی قانون اساسیشون هست که اسمش هست 49-3، یعنی ماده 49 تبصره سوم، بدون رأی مجلس این قانون کار رو به حال تا 2016 گذاشتن. بعد از هولند ما دوران مکرون رو داریم. مکرون از اونجایی که فهمید که این به اصطلاح این جناح‌های سیاسی که قبلا وجود داشتن که به تناوب قدرت رو به دست نمیگیرن، اومد یه حزب جدید درست کرد و با فلیپ کاری بسیار گفت من نه چپ هستم نه راست هستم، و اینچنین بود که یک بار برای دوره 5 انتخاب شد، یک بار دیگه دوباره برای دوره 5 دیگه انتخاب شد که الان
دو سالش گذشته و سه سال دیگهش تا سال 2017 مونده. مکرون هم قوانین زیادی علیه کارگرا و دیگر زحمتکشان تو فرانسه به اصطلاح به تصویب رسوند که یکی از مهمترینشون همین قانون به اصطلاح بازنشستگی بود که سن بازنشستگی رو بالا برد، سیستم بازنشستگی رو عوض کرد به طوری که حتی اون حقوق بازنشستگی که دیگه از این به اصطلاح پرداخت خواهد شد با توجه به اینکه اون سالهای بازنشستگی رو جابجا کرد به مراتب کمتر خواهد بود. این قانون رو هم سال 2023 علارغم اینکه از ژانویه تا ژوئن اعتراضات زیادی از علیه شد، تو حتی تو یکی از تظاهراتی که علیه قانون انجام شد رقم عظیم 3 میلیون و نیم نفری علیه شرکت کردن، باز هم مکرون این رو در سال در واقع در ژوئن 2023 با استفاده از همون ماده 49 تبصره سوم قانون اساسی بدون رأی مجلس انجام داد. یعنی ما می‌بینیم که اینجا الان مدت‌ها هست، چندین سال هست که حتی پارلمان به اصطلاح وجود داره ولی دیگه اصلا به رأیش مراجعه نمیشه و یه چیزی به درد نخور افتاده اون گوشه. یه سری نماینده های راست، یه سری نماینده های چپ و میرن توش میشینن و با هم جدل میکنن ولی وقتی که میخواد قانون رد بشه اصلا به رأیش مراجعه نمیشه و در واقع یه چیزیه که اون کنار افتاده. همچنین این به اصطلاح مسائلی که تو جامعه هست با توجه به این خصوصی سازی ها، با توجه به این حملاتی که در واقع به دنیای کار، به اردوی کار زده شده، خیلی ها رو ناراضی کرده. در بخشی از مناطق کم جمعیت تر فرانسه مدرسه ها رو میبندن، اداره پست رو میبندن، نمیدونم بیمارستان ها رو میبندن یا تختش رو کم میکنن به خاطر اینکه به قول خودشون از هزینه های دولت کم بکنن، ولی از اون وقت تا اونجایی که تونستن به اصطلاح به سرمایه‌دارا اصلا واقعا کمک مالی کردن. مثلا همون آقای فرانسوا اولاند سوسیالیست یک قانونی رو گذاشت برای اینکه در واقع از مالیات شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های بزرگ کم بکنه. مکرون هم که خودش اصلا توی یک بانک بزرگ کادر عالی بانک بزرگ به اسم روزچیت بوده که به تبع همون سیاست داره. بنابراین توی جامعه یک سری ناراضیتی‌های بزرگ هست در رابطه با چیزهای مختلف. یک بخشی از این ناراضیت‌ها مردم به درستی از به اصطلاح این سیستم اتحادیه اروپا می‌بینن، چون که یه سری قوانین رو اتحادیه اروپا دیکته می‌کنه و اعضای اتحادیه اروپا باید اون رو اجرا بکنن. اون وقت این اگر توی داخل فرانسه مجلس الان دیگه اصلا بی‌خاصیت و به اصطلاح چیز شده و هیچ اصلا به آرایش، یعنی رؤسای دولت‌ها، رؤسای جمهورها به آرایش مراجعه نمی‌کنن که یه قانون رو رد بکنن، از اون ورم کمیسیون اروپا که اصلا مردم نمیدونن کی نشسته اونجا و به قول معروف حتی انتخاب شده نیستن، یه سری قوانین رو میذارن که در برخی جاها با چیزایی که دارن به اصطلاح با به اصطلاح به ضرر مردم تمام شه. به خاطر همین مسائلی که هست خب میبینیم که مثلا یک نیروی راست افراطی که همیشه از یک موزه در واقع ناسیونالیستی، فوق ناسیونالیستی با اتحادیه اروپا مخالف بوده، میاد اینجا بزرگترین آرا رو، بیشترین آرا رو به دست میاره و بیشترین به اصطلاح نمایندگان مجلس اروپا که سهم چیز هست رو به مجلس میفرسته. حالا اینا وقتی که این انتخابات برگزار شد اصلا لحظاتی از، یعنی حتی عرض کنم که حتی نتایج قطعی انتخابات معلوم نشده بود. یعنی همون روز 9 ژوئن که انتخابات برگزار شد ساعت 8 شب اینها در واقع با توجه به نظرخواهی‌هایی که از مردم میکنن برآورد میکنن که کی به چه کسی شد. البته خب این برآوردها کم و بیش درست در میاد با 0.5% بالا و پایین و اعلام شدش که حزب مجمع عمومی که الان
که مال خانم مارین لوپن هست بیشتر آرا رو برده و با یه ذره این ور اون ور چیز. یعنی تو همون لحظه که برآورد انتخابات اعلام کردن، مکرون چند دقیقه بعدش در صفحات تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که با توجه به نتایج انتخابات من مجلس ملی، اسمش دقیقا همینه تو فرانسه، اسامبله ناسیونال بهش میگن که میشه مجلس ملی، رو منحل اعلام میکنم و انتخابات زودرس و پیش از موعد باید برگزار بشه. حالا تو این وضعیتی که پیش آورده، در واقع میشه گفتش که انتخابات پارلمان اروپا به نوعی یک بحران سیاسی توی فرانسه به وجود آورد و مکرون البته اعلام کردش که من مجلس رو برای این چیز میکنم، برای به اصطلاح به این دلیل منحل میکنم که به آرای مردم مراجعه بشه، چون حزب خودش هم آرای نسبتا کمی آورد با توجه به اینکه حزب حاکمه فکر میکنم حدود 17% 14% یا همچین رقمی داره و به این بهانه که میخوام به آرای مردم مراجعه بکنم، مجلس ملی رو منحل کرد و حالا قراره که فکر کنم اولین دورش 30 ژوئن و دومین دورش 17 ژوئیه برگزار میشه. بعد عکس انتخابات پارلمان اروپا که یک دوره‌ای هست و هر کی بیشتر رای بیاره و هر کی از 5% به بالا رای بیاره نماینده میفرسته تو مجلس اروپا، تمام انتخابات ها در فرانسه دو مرحله‌ای هست و در واقع به این صورت گذاشتن که کسی که میخواد وارد رئیس جمهور بشه، وکیل مجلس بشه، باید 50 به علاوه 1 بیاره، چون تعداد کاندیداها زیاد هست، تعداد نامزدان زیاد هست، دو مرحله میگذارنش و هر کسی که بیشترین رأی رو بیاره توی درصدی اون وقت میره مرحله دوم و تو مرحله دوم دیگه در واقع مردم به احزاب مورد علاقهشون رأی نمیدن، یک اون کسایی رو که میخوان حذف بکنن به طرف مقابلش در واقع دارن. در انتخابات آینده مثلا امکان داره که توی خیلی جا از این مجمع ملی که قبلا اسمش جبهه ملی بود و از طرف دیگه این ائتلافی که تشکیل شد و اسم خودش رو گذاشت فرون پوپولر یا جبهه مردمی، به اصطلاح اینا تو به مرحله دوم برن. حالا مجمع ملی رو که قبلا اسمش جبهه ملی بود، یک شخصی به اسم ژان ماری لوپن بنیانگذاری کرد که الان در واقع دخترش مارین لوپن هست، در واقع رهبرش هست. این خود ژان ماری لوپن کسی هستش که خب راست افراطی مثلا نئوفاشیست بوده و هست و بارها تو سخنرانی هایی که کرد از نازی ها دفاع کرد و خودش توی جنگ استقلال الجزایر شهادت های زیادی هست که شکنجه‌گر بوده و از دیگر بنیانگذاران جبهه ملی که قدیم وقتی بنیانگذاری شد توی دهه 70 اسم جبهه ملی بود، اخیراً دخترش اسمش رو عوض کرده، بسیاری از این مبارزان سابق الجزایری هستند که شهادت میدن که شخص من ژان ماری لوپن اینا رو شکنجه کرده، با شوکای برقی با ضرب شد و غیره و غیره. به هر حال این سبقه این حزب و یکی از اصلی ترین سیاستاش این هستش که جلوی مهاجرت رو به فرانسه بگیره. بسیاری از قصد داره که بسیاری از مهاجران رو به دلایل مختلف مثلا بزهکاری و غیره از فرانسه اخراج بکنه و قراره که خیلی سختگیری بکنه و خب به طبع مثل همه راستای افراطی مثلا با جامعه به اصطلاح دیگر باشان، همجنسگرایان و غیره مشکلات زیادی دارن و برخی از اعضاشون مثلا ضد اونا صحبت کردن، با مسئله مثلا مثل همه راستای افراطی با مسئله سخت جنین زنان مشکل دارن. خود مارین لوپن یک زمانی حتی مطرح کرد که مجازات اعدام که در فرانسه لغو شده باید برای برخی از
برخی از اصطلاح جرایم مثل جرایمی که در ارتباط با کودکان هست دوباره برگرده که خیلی سرصدا کرد. البته بعد یه ذره کوتاه اومد چون که فهمید که به اصطلاح متوجه شد که همچین جامعه آماده و حاضر نیستش که یک همچین یعنی این قانون لغو مجازات اعدام دوباره خودش لغو بشه و مجازات اعدام برگرده. بنابراین مثل همه راستای افراطی اینها یه سری برنامه‌ها و پروژه های وحشتناک دارن که اگر به قدرت برسن خب بخشش رو میتونن اجرا بکنن. اون وقت از نظر اقتصادی هم اینا هیچ مشکل هیچ مثلا فرق آنچنانی با راستای مثلا سنتی از جمله خود مکرون ندارن. برای مثال امروز که یک مرد جوان به اسم بردلا این حزب رو به سلاچیدای انتخاباتیشون رو به جلو میبره گفته بود که اگر ما در انتخابات آینده پیروز بشیم و به اصطلاح به نخست وزیری راه پیدا کنیم، چون اگر اینا هر حزبی هر ائتلافی که انتخابات برگزار برپا بشه اگر مکرون استعفا نده، قبلا هم این اتفاق تو فرانسه افتاده، بهش میگن همزیستی، یعنی رئیس جمهور از که مکرون و حزبش خواهد بود، اون موقع دولت اون حزبی که انتخاب میکنه انتخاب میشه خواهد بود و نخست وزیرش از اون حزب. بهش میگن همزیستی یا کوهابیتاسیون که ما دورهای مختلفی رو داشتیم. مثلا یه دوره میتران سوسیالیست و رئیس جمهور بود شیراک که به اصطلاح راست سنتی نخست وزیر شد، یه دوره دیگه که شیراک رئیس جمهور شد اون موقع جوسفن سوسیالیست نخست وزیر شد، چون اینا تو بازی های انتخاباتی همچین اتفاقی افتاد. در مقابل این بلوک در واقع جبهه ملی یا مجمع ملی راست افراطی و نئوفاشیست یک ائتلافی به وجود اومده که اسمش رو گذاشتن جبهه مردمی، جبهه خلقی یا فرون پاپولر. اینها رو که این جبهه در واقع شامل گروهایی هست که سر بسیاری از مسائل با هم اختلاف دارن، به خصوص سر مسائل بین‌المللی از جمله فلسطین یا جنگ اوکراین و غیره و غیره. منتها تو این گروه اصلی ترین حزب در واقع گروه، چون واقعا اینا یه حزب نیستن، جریانی هست که ما به اسم فرانسه تسلیم ناپذیر میشناسیم و این رهبر در واقع شناخته شدهش ژان لوک ملانشون هست. اگر از نظر من بخوایم این رو بررسی بکنیم، اینا در واقع سوسیال دموکرات های چپ هستن. یعنی خود ژان لوک ملانشون یک دوره طولانی هستش که توی صحنه سیاسی فرانسه هست، ابتدا تروسکیست بوده، بعد وارد سالها وارد حزب سوسیالیست شد، سالها عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود، پست ها مناسب متفاوتی داشته، معاون وزیر سوسیالیستا بوده، سناتور بوده از طرف سوسیالیستا و وقتی که دیگه این حزب سوسیالیست در واقع عملا متلاشی شد، این خب با هوشیاری یه جریان به اسم حزب چپ فرانسه درست کرد که زیاد کارش نگرفت، بعد اینو به حالت یه حالت جنبشی در آورد و اسمش رو گذاشت فرانسه تسلیم ناپذیر. اینا در واقع سوسیالیستای به نوعی میشه گفت سوسیال دموکرات های چپ هستن و مشابهشون رو ما جای دیگه هم تو اروپا دیدیم. اون موقع تو این ائتلاف از جمله اینا هستن. حزب کمونیست فرانسه هست که به شدت افول کرده و تو همین انتخابات اخیر 2.5% رای آورد و نشدن اصلا هیچ نماینده‌ای به پارلمان اروپا نفرستاد. خود حزب سوسیالیست هست که توی سالهای اخیر واقعا متلاشی شد به شدت، به طوری که مجبور شد حتی دفتر مرکزیش رو تو خیابون سولفرینو که نزدیک مجلس ملی هست به فروش ببره. و منتها تو این انتخابات اخیر با توجه به اینکه چیز کرد 14% رای آورد، در واقع بعد از چیز بزرگترین رای رو آورد و حزب اکولوژیستا هستن که اونا هم 5.5% رای آوردن نچتن. بعد اون وقت یه سری احزاب دیگه هم هستن توی این جبهه خلق یا جبهه مردمی که زیاد به صلاح چیزن. اینا الان به این شکل برنامه‌ریزی کردن که
300 تا بعد وقت برنامه اینا این هستش که توی هر منطقه انتخاباتی دیگه یک نامزد معرفی کنن. یعنی مثلا اینجوری نباشه که هم حزب سوسیالیست هم حزب کمونیست و هم فرانسه تسلیم ناپذیر سه تا نماینده کنن. تو هر منطقه انتخاباتی که فکر میکنم دقیقاً 527 تا هست یک نماینده واحد داشته باشن که اینجوری رقابت بین خودشون نباشه و همشون در مقابل کل راست باشن، راست افراطی و اون راست سنتی که اونا هم در واقع چیز کرد. فکر کنم برنامه رو اینجور ریختن که 300 نفر از فرانسه تسلیم ناپذیر باشه، 100 نفر از حزب سوسیالیست باشه، 100 نفر از سبز ها حزب اکولوژیست باشه، این میشه 500 نفر، 50 نفر از حزب کمونیست باشه و 27 نفرم اون احزاب کوچکتری که الان توی این جبهه خلق، جبهه مردمی، هر چی بخواید اسمشو بذارین، چیکار. حالا خب البته الان جو یه جوری هستش که توی فرانسه هم توی رسانه‌های بزرگ هم واقعا توی جامعه یک شروع شوق زیادی را افتاده که از این جبهه خلق باید پشتیبانی کرد. ولی به نظر من چه از نظر تاریخی، یعنی چون این جبهه خلق جبهه مردمی رو اینا بی‌دلیل انتخاب نکردن، یک جبهه به همین اسم فرون پوپوله، جبهه مردمی، جبهه خلقی، یک ائتلافی در سال 1936 از احزاب چپ اون زمان تشکیل شد که باز همین سوسیالیست ها و کمونیست ها بودن. یه حزبی بود که چپگرا بود که بعدن دیگه از بین رفت به اسم رادیکالا و اینا انتخابات مجلس رو برنده شدن، وارد مجلس شدن و از این هم. ولی اون چنان که تمام این گروه های ائتلاف جبهه خلق یا جبهه مردمی از این به اصطلاح تاریخی برمیگردن و به این جبهه خلق اون زمان اشاره میکنن، اون چنان در واقع درسته که اون زمان هم جبهه خلق 1936 انتخابات برنده شد، وارد مجلس شد و یه سری اقدامات کرد، ولی نتیجه نهاییش خیلی بد بود. نتیجه نهاییش این بود که در واقع سال 1936 اگر یه مقدار تاریخ فرانسه رو ما باهاش مطالعه کرده باشیم می‌بینیم که برعکس الان یک موقعیت انقلابی وجود داشت. یعنی یک قدرت نیرومند کارگری در واقع بود که ضد فاشیست بود و به اصطلاح دست به اعتصابات زیادی میزد با توجه به بحرانایی که اون زمان در واقع وجود داشته بود. و مثلا بین ماه مه و ژوئن 1936 یک اعتصابات عظیم کارگری انجام شد و وقتی که جبهه خلق اون زمان به اصطلاح قدرت رو به دست گرفت، یه ترمزی شد علیه این اعتصابات که اصلا میخواستن در واقع حمله بکنن به کل سیستم که توی بحران بود. کل سیستم فقط منظور سیستم سیاسی نیست، سیستم اقتصادی و بحرانهای اقتصادی که اون زمان وجود داشتن. منتها وقتی که این جبهه خلق قدرت رو به دست گرفت، اومدن این اعتصابات رو در واقع به نوعی سابوته کردن. و یکی در گفتم همین جبهه خلق امروز هم امروز که درست شده که میخواد کپی کنه اون جبهه خلق 1936 رو، سر مسائل بین المللی اختلاف زیاد دارن. مثلا حزب سوسیالیست فرانسه مثل فرانسه تسلیم ناپذیر سیاستش در رابطه با جنگی که الان تو غزه هست نیست، و هرچند که میگه ما طرفدار راه حل دو دولت هستیم، ولی سنسرش نیست در جنگ تجاوز روسیه به اوکراین همچنین. اینا اختلافات زیاد داره. اون دوره هم همین حالت بود. اون دوره یک انقلاب به معنای واقعی در اسپانیا جریان داشت که تو اسپانیا در واقع آنارشیست ها بودن که دست بالا رو داشتن. یک سندیکای کارگری آنارشیستی، آنارکوسندیکالیستی بود که 2 میلیون نفر عضو داشت و در واقع جنگ داخلی بود. جبهه خلق فرانسه از به اصطلاح این انقلاب اسپانیا در اون دوران مطلقاً حمایت نکرد و بعدها این انقلاب بیشتر از یک طرف زیر حمله نظامی و فشار
جنرال فرانکو سرکوب شد، از این طرف با توجه به سیاست‌های به اصطلاح زیر حمله استالینیست‌ها هم قرار گرفت و نابود شد. جبهه خلق، همین جبهه خلقی هم که اون زمان 1936 تشکیل شد، حتی یه قانونی علیه مهاجران گذاشت، البته نه همه مهاجران، و گفت مهاجرای به اصطلاح در واقع تیکه کرد مهاجرای قابل پذیرش، مهاجرای غیر قابل پذیرش، و این قانون رو تو همون سال 1936 گذاشت. وقت چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که تون دوران درسته که جبهه خلق انتخابات رو برنده شد و به مجلس راه پیدا کرد و یه سری اقدامات کرد، از جمله مثلا هفته 40 ساعت در کار رو تصویب کرد، خب به نفع کارگرا بود، یا عرض کنم به حضورتون که مرخصی با حقوق رو تصویب کرد که به نفع کارگرا بود، ولی در نهایت 4 سال بعد چه اتفاقی افتاد؟ 4 سال بعد فرانسه تقسیم شد و یه بخش بزرگش تحت اشغال آلمان نازی بود، اون بخشش که به نادرست اسمش رو گذاشته بودن منطقه آزاد زیر نظر مارشال پتن افتاد که در واقع چیز بود دیگه، نوکر آلمانا بود و اونجا یه دولتی تشکیل داد. یعنی در واقع جبهه خلق اون زمان هم قدرتگیری فاشیسم رو به تأخیر انداخت. من فکر میکنم که اگر امروز هم فقط به این بازی‌های انتخاباتی توجه بشه و این گفته بشه که مثلا اگه جبهه خلقی که امروز تشکیل شده، این ائتلافی که چند روز تشکیل شده، با اون کسایی که اون احزابی که من بهشون اشاره کردم، اگر که فقط بخواد اینها توی چارچوبای انتخاباتی باشه، با توجه به بحران‌های عظیمی که هست توی از نظر اجتماعی و اقتصادی، این هم میتونه همون در واقع همون جوری بشه. یعنی اینکه فقط قدرتگیری فاشیسم رو به تأخیر بندازه. بنابراین اگر فعالین سیاسی و این احزاب فقط به مسائل انتخاباتی نگاه بکنن، آینده روشنی در کار نخواهد. یک مسئله دیگه هم که باید بهش اشاره بشه این استش که نه رسانه‌های بزرگ، نه همین احزابی که حالا ائتلاف تشکیل دادن و خیلی کم از بزرگترین در واقع میون گیومه حزب فرانسه که حزب در واقع کسایی هست که رأی نمیدن صحبت میکنن. تو همین انتخابات اخیر هرچند که مشارکت نیزد بیشتر شد، ولی بیش از 48% خورده ای اگه رأی های باطله و رأی سفید بذاری دقیقا 50-50 شد. یعنی نیمی از کسایی که واجد حق رأی هستن در انتخابات شرکت نمی کنن. و این هم من قبلا توی مقاله بهش اشاره کردم که اینا بیشتر تو مناطق کارگری، شهرهای کارگری و در واقع محروم هستن. و برخلاف اون چیزی که این رسانه‌های بزرگ میدن، میگن که کارگرها بیشتر به فاشیستا رأی میدن، اونجایی که به اصطلاح از همه جا بیشتر رأی ندادن، تحریم کردن انتخابات، فقط اون مناطق کارگری هستن. یعنی تو این وقت تو این 50% که انتخابات شرکت نمی‌کنن، نباید این تصور ایجاد بشه که اینها مثلا اصلا به سیاست، به مسائل سیاسی، به مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی توجه واقعاً نه. تو خیلی از همین آدمایی که رأی نمیدن، آدمایی هستن که به اصطلاح نظرات سیاسی دارن و کل سیستم رو قبول ندارن. به نظر من توی این 50% یک نیروی خفته عظیمی برای تغییرات اساسی وجود داره، وگرنه دل بستن به بازی‌های انتخاباتی سر راه به جایی نخواهد بود در بلند مدت. فقط میشه تو همین کوتاه مدت توی چند سال آینده یک ذره مثلا این قدرت به قدرت رسیدن فاشیستا رو متوقف کرد. اگر اون تغییرات اساسی، این مسائلی که 40 خورده‌ای ساله اتفاق افتاده، جلوش گرفته نشه و برعکس نشه روندش، تو فاشیستا به احتمال زیاد سر کار به اصطلاح به قدرت خواهند رسید. منتها دیرتر.